بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یکی از خصوصیت هایی که دین مبین اسلام دارد، حقوقی را برای تمام افراد تعیین کرده و تعریف شده است. حقوقی را به عنوان حقوق بشر، حقوق انسانها، حقوق حیوانات، حتی حقوق درختان، حقوق راه و خیابان و بقیه حقوقی که در شریعت اسلامی تعریف شدند. همچنین برادر مسلمان بر برادر مسلمان دیگرش حقوقی را دارد که برای اینکه یک روابط بسیار عالی اجتماعی در میان ما مسلمانان حاکم بشود، لازمش این است که این حقوق را به صورت کامل باید پرداخت بکنیم. این حقوق را رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعدد و گوناگونی برای ما تشریح کرده و تعریف کرده. یکی از روایاتی که 6 مورد از حقوق مسلمانان را که برگردن یکدیگر دارند اینها را معرفی کرده، حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خودشون را روایت کرده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق المسلم علی المسلم 6، حق مسلمان بر مسلمان 6 مورد هست. این هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 6 حق را دارد. وقتی که ما بحث میکنیم از حق، یعنی این که میتواند مطالبه بکند این حق را، و هر مسلمانی ملزم هست و موظف هست که این حقوق را، این موارد را باید مراعات بکند، و هر مسلمانی هم مجاز هست که این حقوق را از برادر مسلمان خودش مطالبه بکند. حق المسلم علی المسلم 6، هر مسلمان بر مسلمان دیگر 6 حق دارد. سوال کردند اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما هن یا رسول الله، ای پیامبر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حقوق چی هستند؟ این حقوق را برای ما معرفی بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا لقیته فسلم علیه، وقتی که برادر مسلمانت را ملاقات کردی در کوچه خیابانی، فسلم علیه، بر اون سلام بگو. و لفظ سلام که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، حد اقلش این است که السلام علیکم. اگر بخواین که به صورت کامل و پرمحتوا و کاملتر این سلام را خدمت عزیزان خودمون و برادران مسلمان خودمون ارائه بکنیم، این است که بگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاملترین درجه همین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هست. و همچنین پاسخ دادن به این سلام، این جزء حقوق مسلمانان هست. و همچنین میفرماید و اذا دعاک فاجبه، اگر برادر مسلمان تو را دعوت داد به مهمانی در خونه خودش، برای آبی، برای چای، قهوه، برای نهار و شامی، فاجبه، اجابت بکن دعوت برادر مسلمانت را. عذر نیار وقتی که برادر مسلمانی تو را دعوت میکند که بفرما بریم منزل ما آبی، چایی یا شام و نهاری شما را دعوت میکند. این دعوت مسلمان حق اون هست که شما باید این حق را ادا بکنید و این دعوت برادر مسلمان را اجابت بکنید. و در ادامه میفرماد و اذا استنصحک فانصح له، اگر برادر مسلمانت اومد از تو نصیحت خواست، از تو خیرخواهی خواست، مشورتی خواست که فلان کار رو من انجام بدهم، به خیر و صلاح من هست یا خیر، شما باید خالصانه بدون قلقش باید بهش مشورت بدهید. برای برادر مسلمانت خیرخواهی بکن، فنصح و اون چیزی را که به صلاحش هست، خیر و صلاحش در اون کار هست و میدانی که اون با این مشوره اگر بر این عمل بکند به خیر و صلاح و کامیابی میرسد، بر شما لازم هست، موظف هستید که خالصانه این خیرخواهی رو در حق برادر مسلمانت بکنید. و حق دیگر این است که و اذا عطس فحمد الله فشمته، هرگاه که برادر مسلمانت عطسه ای زد و بعض از عطسه گفت الحمدلله، شما باید تشمیت بکنید. تشمیت یعنی پاسخ دادن عطسه، پاسخ دادن به جوابی اون که در واقع الحمدللهی که گفته. اون وقتی که میگوید الحمدلله، شمایی که عطسه رو شنیدید و الحمدلله گفتن برادر مسلمانت رو شنیدید، موظف هستید که در جوابش بگویید که یرحمک الله.
و اذا مرض فعوده، و هرگاه برادر مسلمانت بیمار شد و مریض شد برو عیادتش بکن. عیادت بیمار، احوال پرسی از کسانی که مریض هستند، در بستر بیماری افتادند، یک وظیفه شرعی و دینی هست که تمام مسلمانان باید این را مراعات بکنند. و اذا مات فتبعه، و هرگاه برادر مسلمانت فوت کرد و از دنیا رفت، فتبعه، تشییع جنازش بکن. این 6 مورد از حقوقی هستند که الله متعال تعریف کرده، این حقوق را برگردن ما نهاده که در مقابل برادران مسلمان خودمون این حقوق را باید مراعات بکنیم. سلام گفتن در هنگام ملاقات و اجابت کردن دعوت برادر مسلمان و خیرخواهی کردن در برای مسلمان هنگامی که از شما مشوره ای رو میخواهد و پاسخ دادن عطسه برادر مسلمان و همچنین عیادت مسلمان هنگامی که بیمار میشود و آخرین حقی که یک مسلمان بر مسلمان دیگر دارد این است که بعد از فوت برادر مسلمان شما باید تشییع جنازه بکنید و بروید این برادر مسلمانتان را در جایگاه آخرش و آرامگاه آخرش در واقع بگذارید. اینها حقوقی هست که من و شما باید اینها را مراعات بکنیم. نه تنها که یک حقوقی هست، حقوقی هست که ما اونها را ادا میکنیم برای برادر مسلمانمون و همچنین اعمال خیر و کارهای نیکی هستند که الله متعال در مقابل این کارها به من و شما پاداش بزرگی رو هم عنایت خواهد کرد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.